توی این اپیزود میخوام سعی کنم توی کمتر از 5 دقیقه 6 دقیقه یا شاید 7 دقیقه شاتر سپید یا سرعت شاتر رو توی فیلم برداری بهتون آموزش بدم. اون موارد خیلی مهمی که باید بدونید ازش استفاده بکنید تا فیلم هاتون حالا هوای فیلم لوک یا سینمایی پیدا بکنه. خیلی سخته، نمیدونم تو 5-6 دقیقه بتونم یعنی، اما تلاش خودم میکنم. سلام رفقا، چطورین؟ مجدد منم حسام بختیارزاده. توی اپیزود قبلی در مورد فریم ریت، اسپکت ریشیو، رزولوشن، در مورد اینا صحبت کردیم. یکی دیگه از موارد خیلی مهمه فیلم برداری و فیلم سازی شاتر اسپیده. شاتر اسپید چیه؟ توی دوربینای عکاسی شاتر اسپید اون مقدار زمانیه که شاتر باز میشه، نور به سنسور میخوره و بسته میشه، که هر چقدر این تایم طولانی تر باشه تصویر روشن‌تر میشه، هر چقدر کمتر باشه تصویر تاریک‌تر میشه. خب این مگه فقط به درد عکاسی نمیخوره؟ مگه توی دوربین فیلم برداری هم شاتر باز و بسته میشه؟ شاتر باز و بسته نمیشه، اما تقریبا میشه گفت که سنسور قطع و وصل میشه، مشابه همونه، نمیتونیم ازش بگذریم و نمیتونیم بهش توجه نکنیم توی فیلم سازی. چه جوری سنجیده میشه؟ بر حسب یک عدد، مثلا میگن 50، مثلا میگن 80، میگن 60، 100، 200. این مخفف شده است یا کوتاه شده است؟ درستش چیه؟ وقتی میگن 50 منظور 1/50 ثانیه است، وقتی میگن شاتر اسپید 100 منظورشون 1/100 ثانیه است. اما خیلی از دوربینا دیگه اون 1 و علامت کسر رو نشون نمیدن، مینویسن 200 150 50. پس بدونید وقتی اگر جای دیدین که بهتون گفتن شاتر اسپید بزنید به 1/50 ثانیه، منظورشون همون 50ه، توی دوربینا 50 نشون میده. قانون اصلی که شما توی تنظیم شاتر اسپید باید رعایت بکنید اینه: فریم ریتتون هر چند که هست، در مورد فریم ریت مفصل صحبت کردم توی اپیزود قبلی، لینکشو بالا میذارم، کلیک بکنید ببینید. فریم ریت ویدیوتون هر چقدر که هست، شاتر اسپیدتون باید 2 برابر اون باشه. اگر 24 فریم بر ثانیه دارید میگیرید، شاتر اسپیدتون باید 48 باشه. دوربینا 48 ندارن، گردش میکنیم به 50 دارن، پس میذاریم رو 50. اگر 30 فریم بر ثانیه دارید میگیرید، شاتر اسپیدتون باید 60 باشه، 2 برابرش باشه. چرا؟ دلیلش اینه، اگر شاتر اسپید شما خیلی خیلی زیاد باشه، موشن بلرتون کم میشه. موشن بلر چیه؟ موشن بلر اگه شما یه چیزی تو کادر داشته باشین که تکون میخوره، میتونه این جاسویچی کاپیتان هادوک باشه، میتونه یه سربازی باشه که داره میدوه از این ور به اون ور کادر، میتونه این ماشین باشه، وقتی این داره حرکت میکنه، در طول این حرکت این سوژه یه خورده بلر میشه و یه خورده مات میشه. این که این مقدار بلر شدنش چقدر باشه، خیلی کم باشه یا خیلی زیاد باشه، این مهمه. برای اینکه به بهترین حالت خودش، حالت فیلم لوک خودش، حالت سینمای خودش برسه، ما باید شاتر اسپید رو 2 برابر بکنیم تا مقدار موشن بلرش حدی باشه که استاندارده و چشم ما بهش عادت داره، توی فیلمای سینمایی بهش عادت کرده. اگر شاتر اسپید ما خیلی زیاد باشه، یعنی از 2 برابر فریم ریتمون بیشتر باشه، مثلا اگر 24 داریم میگیریم باید 48 که نداریم 50 باید تنظیم کنیم، به جای 50 شما 200 تنظیمش بکنید، 1000 تنظیمش بکنید، چه اتفاقی میفته؟ اون سوژه‌ای که توی کادر داره تکون میخوره هیچ موشن بلری نداره، خیلی شفاف شما در تمامی لحظه ها میتونید ببینیدش. این برای تولید یک فیلم خوب نیست. اون حس فیلمیک لوک رو، اون نمای فیلمی رو که ما دنبالشیم رو به ما نمیده، اگر شاتر اسپیدمون خیلی زیاد باشه. اگر خیلی کم باشه، مثلا اگر با شاتر اسپیدمون 50 بذاریم 10، چه اتفاقی میفته؟ این تصویر خیلی مات میشه و تقریبا دیگه چیزی ازش دیده نمیشه. اینم به درد ما نمیخوره. پس اون قانون اصلی، اون rules of thumb، اون قانون اصلی که باید رعایت بکنیم، شاتر اسپیدمون ما باید 2 برابر فریم ریتمون بذاریم. حالا من اومدم یه آزمایش کردم، این جاسویچی رو من اومدم از یک نخ آویزون کردم و در فریم ریت 24 با شاتر اسپیدهای مختلف ازش فیلم برداری کردم. اومدم از شاتر اسپیدهای خیلی کم تا شاتر اسپیدهای خیلی زیاد همین تصویر رو فیلم برداری کردم. تفاوتش رو اینجا میبینید.
توی این تصویر دارید میبینید اینجا کاپیتان هادوک با شاتر اسپید 1/50 ثانیه که عدد درست هست برای فریم ریت 24 تصویر برداری شد و میبینید که خب حالا چیزی که عادیه و چشم بهش عادت داره، اما اینجا توی این تصویر شاتر اسپید رو تا 2000 بردن بالا. فریم ریتمون همون 24 اما شاتر اسپید توی 2000. تصویر چقدر شفافتره و این بلر و ماتی که ما عادت داریم توی حرکت آبجکت ها توی تصویر ببینیم توی این تصویر دیده نمیشه. اگر ویدیو رو ما نگه داریم میبینیم که تصویر واضح و شفافه، اما اگر شاتر اسپید 50 ویدیوشو دوباره ببینیم وسط کار تصویر رو نگه داره میبینیم که تصویر یه خورده ماته. ما این بلر رو لازم داریم برای اینکه تصویرمون حالت فیلمی به خودش بگیره و حالت موبایلی نباشه و حالت غیر طبیعی نباشه. ما چشمون عادت کرده دیگه، از این ساده تر نمیتونم بگم، چشمون عادت کرده. حالا این تصاویر مختلف رو کنار هم میذاریم، از شاتر اسپید 30 تا شاتر اسپید 2000. میبینید که توی شاتر اسپید 30 هست که کمتر از حدیه که باید باشه، تصویر چقدر ماته و بلرش خیلی زیاده. توی 50 مقداریه که باید باشه و توی 100 و 200 و 800 و 2000 به ترتیب هرچی جلو میریم تصویر بلرش کمتر و کمتر میشه و ما موشن رو خیلی شفاف میبینیم. ممکنه فکر کنید خوبه، ولی واقعا خوب نیست، تصویر حالت فیلمی به خودش نمیگیره. آیا همیشه توی همه فیلم ها این قانون رعایت میشه، دو برابر میگیرن شاتر اسپیدو؟ بله، ولی اما داره. اما کجاست؟ بعضی وقتا کارگردان برای اینکه حالت تنشی رو توی فیلم نمایش بده شاتر اسپیدو از قصد میبره بالا. مثال معروفشو که همه جا اگر به این دنبال شاتر اسپید میبینین و بهتون میگن و خواهید شنید، سکانس اول فیلم نجات سرباز رایانه، اونجا که سربازا میخوان حمله کنن به ساحل، کارگردان برای اینکه اون تنش اون لحظه رو نشون بده شاتر اسپید رو به جای اینکه دو برابر بگیره توی 24 فریم و به جای اینکه 50 بگیره 400 گرفته که تصویر یه خورده بلرش کمتر بشه و تنش تصویر ناخودآگاه یه خورده توی دید مخاطب بالا بره. یه نکته دیگه هم باید بهتون بگم، بعضی از دوربین ها شاتر اسپید رو به جای اینکه یک چندم ثانیه بخوان نشون بدن، مثلا 1/50، 1/100، 1/200 یا 50/100/200، شاتر اسپید رو بر اساس درجه تنظیم میکنن. ماهیتاً هیچ تفاوتی با هم نداره، اما اگر دوربین شما شاتر اسپید رو بر اساس درجه داره نشون میده، یادتون باشه این درجه رو همیشه روی 180 درجه تنظیم بکنید. 180 درجه اگر بذارید خود به خود همیشه دو برابر فریم ریتتون خواهد بود. اگر دوربینتون این قابلیت رو داره شاتر اسپید رو بذاریم 180 درجه و دیگه کاریش نداشته باشیم. از اونجایی که حدس میزنم اکثر شما دوربینی که دارین کنونه، یه دوربین کنون 6D این، روی این نحوه تنظیم شاتر اسپید رو بهتون میخوام نشون بدم. شاتر اسپید پایین سمت چپ قرار گرفته و با این ویلی که بالا هست، با این چرخه که اینجا هست، این شاتر اسپید عوض میشه. اگر رو حالت 24 فریم داریم فیلم میگیریم باید اینو بذاریم روی 50. توی عکاسی هم همینه، اگر با دوربین عکاسی داریم میکنیم باز باید بتونیم شاتر اسپید عوض بکنیم. اگر ما اینو بذاریم دوربین رو به حالت عکاسی، هم باز شاتر اسپید هم به همین ترتیب عوض میشه. توی عکاسی دیگه قانون دو برابر وجود نداره، 1/50 ثانیه واضحه، اینجا 1/250 ثانیه واضحه. میذاریمش رو حالت فیلم برداری بر اساس عدد مینویسه 50 60 80، این همون 1/50، 1/60 و 1/80 هستش. تقریبا مطمئنم 5 دقیقه هم رد کردم، خیلی سریع جمعش میکنم لطفاً همین الان لایک رو بزنید، سابسکرایب رو بزنید تو یوتیوب، دام دکمه زنگوله رو هم بزنید که از اومدن ویدیوهای بعدی خیلی زود مطلع بشید. خیلی ممنونم که دنبال میکنید، هر سوالی هست توی کامنت ها بپرسید، تا جایی که بتونم جواب میدم. توی اپیزودهای بعدی میبینمتون.